به تایوان میریم و برای بررسی جزئیات بیشتر این خبر با همکارم توماج تاهباز همراه میشیم. توماج، تازه ها رو در این زمینه از تو بشنویم. خب، با مجموع 9 نماینده از سوی یکی از بزرگترین هیئت‌های ایالات متحده است که در طول سالهای اخیر به تایوان میاد و اونها قراره با سای اینگون رئیس جمهوری تایوان و جوزف وو وزیر خارجه دیدار کنند. من فاصله زیادی هم با کاخ ریاست جمهوری دفتر ریاست جمهوری تایوان ندارم. بین زمانی که اینها وارد شدن از 6 صبح روز گذشته تا 6 صبح امروز دست کم 11 هواگر و 4 کشتی نظامی چین هم وارد حریم دفاع هوایی و دریایی چین شد. بر اساس اون چیزی که وزارت دفاع تایوان درست لحظاتی پیش گزارش داده بود، نمایندگان ایالات متحده قراره در مورد مسائلی از جمله امنیت منطقه، مسائل تجاری و همینطور به طور کلی روابط دو کشور، مناسبات دو کشور، مناسبات ایالات متحده و جزیره تایوان گفتگو داشته باشند. وزارت خارجه تایوان گفته که این اولین بار در طول سالهای اخیر هست که رئیس و مقامات بلند پایه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان به طور مشترک و همراه هم وارد تایوان میشن. علاوه بر آقای راجرز که رئیس ریاست کمیته رو بر عهده داره، در واقع نفر دوم این کمیته از حزب دموکرات آقای آدام اسمیت هم همراه اونها هست و البته دیگر مقامات ارشدی که در حال حاضر تایوان به سر میبرند و در این ساعت‌ها و ساعت‌های پیش رو تا فردا با رهبران تایوان قراره گفتگو بکنند.